وقت شما بخیر. در روز جمعه 29 تیر ماه فعالیت شرکت‌های هواپیمایی، بانک‌ها و رسانه‌ها در سرتاسر جهان بر اثر قطعی گسترده سامانه‌های فناوری اطلاعات که احتمالاً از مایکروسافت آغاز شده بود، مختل شد. در پی این اختلالات، سهام مایکروسافت و کراوات استرایک در معاملات اروپا سقوط کرده است. همکارم در رابطه با این رخداد گسترده جهانی گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. از اولین ساعت بامداد جمعه 29 تیر، اختلال در برنامه آژور مایکروسافت که به عنوان سرویس ابر مجازی داده‌های اطلاعاتی در آن ذخیره می‌شود، سبب از کار افتادن یا اختلال در سرویس‌های اینترنتی در سراسر جهان شد که از آن برای بازیافت و پردازش اطلاعات استفاده می‌کنند. این اختلال که از آمریکا تا ژاپن گسترده شد، سبب تعطیلی اغلب خدمات از جمله فرودگاه‌ها، سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی در مبادی ورودی و خروجی فرودگاه‌ها، اختلال در برنامه قطارها، سیستم حمل و نقل، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، بیمارستان‌ها، رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و حتی تماس اضطراری شد. با این حال در برخی از کشورها از عصر روز جمعه این اختلال کاهش یافت و برخی شرکت‌ها و مؤسسات موفق شدند به حالت عادی بازگردند. این اختلال زمانی آغاز شد که برنامه‌های تحت ویندوز در رایانه‌ها در اولین ساعت روز جمعه به روز رسانی شدند، اما به دلیل یک نقص در برنامه، سیستم امنیتی ویندوز سرویس‌های آن را از دسترس خارج کرد. این اختلال گسترده و بی‌سابقه جهانی با نقص امنیتی در به روز شدن سیستم کراود استرایک که مسئولیت امنیت برنامه‌های مایکروسافت را بر عهده دارد رخ داد و سبب شد تا بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی که در آخرین روز کاری خود در هفته تقریباً بیکار مانده بودند، با پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی از جمله ایکس به این موضوع بپردازند. برخی از این پست‌ها نیز جنبه طنزآمیز داشت. ایلان ماسک، مالک شبکه ایکس، نیز آن را بزرگترین شکست فناوری اطلاعات تا کنون خواند. کارشناسان فناوری اطلاعات می‌گویند هنوز زود است تا درباره ابعاد خسارات مالی ناشی از این اختلال جهانی تخمین زده شود، اما چنین واقعی در روز جمعه نه تنها سبب ضرر و زیان مؤسسات مختلف شده، بلکه بازار مالی جهان را نیز با ضرر هنگفتی روبرو کرده است. رسانه‌های تخصصی فناوری اطلاعات بحران جهانی اختلال در خدمات اینترنتی را بدترین از نوع خود در تاریخ خواندند که می‌تواند زنگ خطر جدی برای امنیت سایبری باشد. دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری، از تهران پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام و عرض ادب. سلام، شب بخیر. منم عرض می‌کنم خدمتتون، در خدمتتون هستم. ممنونم. آقای دکتر، به عنوان کارشناس حوزه فناوری، تحلیل خودتان را از دلایل این اختلال در سطح جهانی چه می‌بینید؟ بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که یه بروز رسانی از طرف یکی از شرکت‌هایی که خب امنیت سایبری سرویس های مستقیم، حالا به صورت مستقیم آژور مایکروسافت رو بر عهده داشته، یک بروزرسانی امنیتی باعث شدش که سیستم های مختلفی که سرویس می گرفتند از مایکروسافت دچار صفحه آبی بشن، یا همون بی اس بودی که میگه. این رو حالا اگر بخوایم فرض بر این بگیریم که این با این بروزرسانی دچار این اختلال شده، یک دیدگاهی داره. یه دیدگاه دیگه که حالا در پشت این وجود داره که این بروزرسانی برای یک خلل امنیتی انجام شده، که این نقص امنیتی موجود در سیستم ها با این بروزرسانی منجر به بروز صفحه آبی شده. حالا من صفحه آبی رو توضیح خیلی کوتاهی بدم. معمولا تو مشکلات اساسی که برای ویندوز پیش میاد، تو به راه اندازی سرویس‌هاش، دسترسی به منابعش، این صفحه آبی میاد بالا و به نوعی اخطاری هستش به یوزر برای اینکه سیستم دچار نقص کلی شده و اونجا یه سری دیتایی رو جمع میکنن رو سیستم، اون هر سیستم خود ویندوز، و میفرسته برای مایکروسافت برای اینکه بررسی کنه. خب اگر
یک خلل امنیتی در ساعت قبل به وجود اومده که شرکت کراستریک اومده این رو با بروزرسانی اومده جلوش رو بگیره. این زنگ خطر بزرگتری هستش که مایکروسافت در سیستمش خلل امنیتی داشته، یک آسیب پذیری داشته که با این موضوع اومده اون رو حل بکنه و شواهد هم این رو نشون میدن، چون اول مراکز امداد و جاهایی که درگیری بیشتری داشتن اومده مشکلشون رفع شده، در طرف مایکروسافت به سرعت اومده پیگیری ها انجام شده و بعضی از کاربران همچنان اون صفحه آبیه داره براشون میاد. و یک توصیه هم کردن به عبارتی از مایکروسافت که 15 بار اگر سیستمتون رو ریستارت بکنید این مشکل رفع خواهد شد. خب این نشون میده که داره به صورت تدریجی یک صدمه پذیری رو داره پوشش میده. این حالت به عبارتی بدتری هستش که مشکلی وجود داشته، کرادستراک اومده آپدیتی رو گرفته انجام داده و این باعث شده که سیستم هایی که دوچار اون مشکل بودن دوچار صفحه آبی بشن. حالا گذشته از همه اینها خیلی موضوع بدی نبود و خیلی بحران ایجاد نکرد. 43,000 تا پرواز لغو شدن و در این حال اومده به سری از دسترسی بانک ها از بین رفته، شبکه های مثلا مثل بی بی سی و بی بی سی کیت مثلا دوچار مشکل شده، مثلا سی ان ان حالا دقایق دوچار مشکل شده. ولی مثلا اینکه که 74% حدود کامپیوترهای دنیا علارغم همه ادعاهایی که در کشورهای مختلف انجام شده که ما بیایم از سیستم عامل ملی استفاده بکنیم، سیستم های مربوط به مایکروسافت هستن. حالا اون زیرساخت آزور به عنوان یک به عبارت سیستم کلود، یک سرویس ابری مبنای اصلی این داستان نبوده، اما صدمه پذیری در اینجا وجود داشته. این قابلیت رو میتونست برای هکرها ایجاد کنه که توش نفوذ بکنن و کرادستراک اومده با این کار جلو اون نفوذ رو گرفته. مجموعاً مانور خوبی بودش این برای دنیا و کشورهای مثل هند و مالزی و هنگ کنگ و استرالیا از این مانور خوب به سر بلند اومدن بیرون و کارهاشون نخوابید. ولی خب یه جاهایی مثل انگلیس و لندن بسیار بسیار از این موضوع صدمه خوردن. بله. میشه گفتش که من این رو به عنوان یک موضوع خوب تلقی میکنم، چون به هر حال آینده دنیا وابسته سرویس ها هستش و این حقوق شهروندان الکترونیک رو ما عملا اومدیم اینجا یک تجربه روش کردیم برای اینکه بعدا حفظ بشه. ممنونم. با تشکر از دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.